بسیار مهمه که پوکی استخوان در مرحله بسیار ابتدایی تشخیص و درمان بشه، اما مهمتر از اون پیشگیری از فرسایش یا پوک شدن استخوان از سنین نوجوانی. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با منه با جزئیات بیشتر. خب خانم دکتر، دقیقاً از چه سنی باید پیشگیری کرد از پوکی استخوان؟ ببین، دخترها بهتره که بین 9 تا 14 سالگی حتما در واقع تمام اقدامات پیشگیری از پوکی استخوان در موردشون انجام بشه، به دلیل تفاوت سن بلوغ در دختر و پسره. پسرها تا 18 سالگی همچنان میتونن که اقدامات پیشگیرانه در موردشون انجام بشه، چون ما در کلن استخوان یه بافتیه که دائم در طول عمر ساخته میشه، تخریب میشه، ساخته میشه، تخریب میشه، ولی سرعت ساخته شدن زیر 18 سالگی زیاده و در دخترها زیر 14 تا 9 سالگی خیلی زیاده. خب مهمترین راه های پیشگیری از پوکی استخوان چی هست؟ مهمترین راه پیشگیری از استخوان، یک سری عوامل در ایجاد پوکی استخوان تأثیر دارن که ما کارش نمیتونیم بکنیم. من سریع اونا رو میگم. سن، ما نمیتونیم جلو بزرگ شدن یا مسن شدن خودمون رو بگیریم. نژاد هاست، در نژاد سفید پوکی استخوان بیشتره و شرق آسیا، و علاوه بر اون یک سری اختلالات فامیلی و ژنتیکه. غیر از این که باشه، راه پیشگیری از پوکی استخوان در جمعیت عمومی تغذیه سالمه و نور کافی و گرفتن آفتاب برای دریافت کلسیم. تغذیه سالم منظور فقط کلسیم و ویتامین د نیست که به صورت دارویی میخورن. غذا باید در سنین 9 تا 14 سالگی از طریق لبنیات و پروتئین. بعد از اون سن چطور؟ بعد از اون سن برای در واقع نگهداری میکنی. شما بانک استخونیتون تو اون سن 9 تا 14 سال دخترها و زیر 18 سال پسرها تشکیل میشه. بعد از اون فقط ازش خرج میکنین. مهم اینه که چقدر توی اون بانک پول ذخیره کرده باشین. ورزش و فعالیت بدنی، دلیلش هم اینه که چیزی که میخورین برای اینکه جذب استخون بشه، استخون باید دائما در تحت یه فشار ملایم، یه فشار ورزشی باشه، کشیده بشه، جاذبه روش باشه. در اون صورت استخون تشکیل میشه، اون فعالیت سلول‌های استخوانساز بیشتر میشه. کنترل وزن بسیار مهمه. برخلاف اغلب جاهایی که ما میگیم فقط چاق نشین، در لاغر بودن زیاد و کم وزنی موجب پوکی استخوان میشه. و علاوه بر اون یک چیزی که برای همه چی بده، در اینجا هم خیلی بده، سیگار و الکل افراطی. و اگر کسی پوکی استخوان داره، خیلی مهم اینه که به دکتر مراجعه کنه، درمان کنه و پیشگیری کنه از سقوط و از بلندی. خب شما راجع به ورزش گفتین، مثل که یوگا هم خیلی اثر داره در پیشگیری و درمان پوکی استخوان. ببینید، مسئله اینجاست که یوگا خیلی کمک میکنه به حفظ تعادل بدن، و یکی از در واقع مهمترین چیزهایی که باید در افراد مبتلا به پوکی استخوان به خصوص در بخش درمان وقتی بریم حتما ازش پیشگیری بشه، جلوگیری از سقوطه. این یوگا خیلی کمک به این افراد میکنه. خیلی بعد از سن 18 سالگی سطح استخون بالا نمیبره. قبل از اون چه؟